بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. ای مظهر جمال جمیل خدا حسن، ای مظهر جمال جمیل خدا حسن، و ای طلعت تو آینه کبریا حسن. خاک در تو کعبه عشاق کوی حق، خاک در تو کعبه عشاق کوی حق، مهر رخ تو قبله اهل ولا حسن. پاسخ شنید از طرف ذات ذوالجلال، پاسخ شنید از طرف ذات ذوالجلال، هر دل شکسته ای که تو را زد صدا حسن. آنجا که وهم را نبود را هیچگاه، دائم تو رهبری و توی مقتدا حسن. از ماهیان بحر الى ساکنان عرش، گریان در غم تو به صبح و مسا حسن. با خنده دیده دوخت به روی تو فاطمه، با خنده دیده دوخت به روی تو فاطمه، با گریه بوسه زد به لبت مصطفی حسن. گر دیگر از بقیه تو با خود برد نسیم، نبود عجب که زنده کند مرده را حسن. سلام عرض ادب دارم خدمت یکایی که شما بینندگان خوبی برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید صحتمند و سرحال باشید. در آغاز تسلیت عرض میکنم مصیبت و فاجعه شهر هرات رو خدمت همه هموطنان عزیز ما در هر جای دنیا که هستن، خاصتاً و ویژتاً خدمت خانواده های داغ دیده و مصیبت زده که نتیجه همین حادثه بوده. امیدواریم که انشالله خداوند این مشکل رو هرچی زودتر برطرف بکند و به مجروحان خداوند انشالله شفای عاجل عنایت بفرماید. بینندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع آثار و برکات صلح امام حسن مجتبی علیه السلام، چون این ایام ایامی است که متعلق به همین واقعه تاریخی هست که در تاریخ در بخش از تاریخ اسلام اتفاق افتاده، صلح امام حسن مجتبی علیه السلام. امشب ان شاء الله همین قضیه رو بررسی میکنیم با کارشناس محترم برنامه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی. جناب آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. منم عرض سلام و ادب احترام دارم محضر شما و محضر همه عزیزان بیننده و در خدمت شما هستم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین و تشریف آوردین، قبول زحمت کردین، سپاس از شما. بینندگان عزیز، همطور که عرض کردم در بخشی از تاریخ ائمه معصومین و دنیای اسلام بعد از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و دوران حیات پربرکت امام حسن مجتبی علیه السلام که میشه گفت یکی از مهمترین وقایایی که در دوران امامت آن حضرت رخ داد، بحث صلح امام حسن مجتبی علیه السلام بود. خب دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه هست. امشب انشالله دقایق رو میپردازیم با کارشناس محترم ما، انشالله در خصوص این موضوع بحث بکنیم. جناب استاد، قبل از اینکه وارد خود از این موضوع شویم و بپردازیم صلح رو فقط در دوران امام حسن مجتبی علیه السلام ببینیم، خیلی خوب است که پیشینه صلح رو در اسلام ببینیم، یعنی در دوران قبل از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هم خوب ما شاید داشتیم که اتفاق افتاده و بدون شک این صلح یک سنتی بوده که از رسول گرامی اسلام رسیده و امام حسن مجتبی علیه السلام هم از این استفاده کرده. خیلی خوب است که به پیشینه صلح در اسلام یک اشاره داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله، الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله، و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء رحمت الله. منم به نوبه خود عرض تسلیت دارم. حوادث دلخراشی که برای هموطنان عزیزمون در افغانستان اتفاق افتاد و حوادث طبیعی که جان عده‌ای از همشهریان و عزیزان ما را گرفت و برای رفتگانشون غفران و رحمت الهی را خواست دارم، برای بازماندگانشون صبر در مصیبت رو. در موضوع امشب که صلح آقا امام مجتبی علیه السلام هست و سوالی که مطرح فرمودین و
در مورد بررسی پیشینه صلح که آیا اسلام دین صلح هست یا دین جنگ و کشتار، در اسلام کدام صلح اتفاق افتاده یا نه. از اول اسلام که بررسی میکنیم 13 سال پیغمبر در مکه رو داریم ما که هیچ جنگی اتفاق نیفتاده، با وجود اینکه ضربات و مشکلاتی از طرف مشرکین متوجه پیغمبر اکرم بود، مردم در یعنی مسلمان ها در انزوا، در مشکلات، در خفقان سختی و در هر حصار و حصار اقتصادی و معیشتی و سیاسی و حتی معاشرتی با مردم قرار داشت، هر نوع اذیتی از جانب مشرکین میشد. خب پیغمبر اکرم در اینجا جنگی صورت نگرفتن، یعنی پیغمبر اکرم همیشه با کفار، با مشرکین در مصالحه بودن، در صلح بودن. و بعد از او باز نگاه میکنیم که حتی وقتی که پیغمبر اکرم امکان داشت از جنگ خودداری میکرد یا جلوگیری میکرد در فتح مکه بدون اطلاع اهل مکه، پیغمبر با تعداد 10,000 سوار و پیاده و لشکریان اسلام وارد مکه شد، مکه را فتح کرد بدون اینکه کدام خونی ریخته بشه، بدون اینکه به کسی آسیب و صدمه ای برسه، نه صدمه مالی، نه صدمه جانی. با وجود اینکه سالها اذیت دیده بودن همه مسلمان ها، اولین شعاری که وارد مکه شدم شعار مسلمان ها این بود که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، اما پیغمبر شعارش برعکس بود. امیرالمومنین آمد از طرف پیغمبر شعار داد که الیوم یوم الملحمه، امروز روز بخشش، روز خلاصه عاطفه هست، روز رحم و ترحم و مروت هست. این برخورد پیغمبر اکرم بود، روزی که نداشت لشکر و قشون نداشت و روزی که لشکر و قشون در اختیار پیغمبر بود، بازم پیغمبر از مصالحه و یک رفتار مسالمت آمیزی با اهل مکه، با تمام اطرافی، حتی با دشمنان مخالفین خودش بود. صلح حدیبیه داریم، پیمان عقبه داریم که با مردم مدینه، با طایفه اوس و خزرج پیغمبر اکرم صلح کرد و صلح های دیگر در اسلام داریم. بعد از اون که بیاییم وارد ماجرای بعد از پیغمبر اکرم بشیم، ماجرای امیرالمؤمنین علیه السلام، وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، حضرت با یک ماجراهای روبرو شد که میبینیم حضرت راه صلح را در پیش گرفت، با وجود اینکه میتوانست هم مقابله بکنه، ولی صلح همانطور که در قرآن کریم اشاره شده و همه اهل ایمان را پروردگار عالم به صلح دعوت میکنه، انما المؤمنون اخوه، در قرآن کریم ما واژه ایمان را زیاد داریم، همه پیروان اسلام را مؤمن معرفی میکنه، یا ایها الذین آمنو، اهل ایمان زیاد داریم از این واژه. بعد اینجا میفرمایید که انما المؤمنون اخوه، مؤمنون برادران، فصلحوا بین اخویکم، شما میتونید بین برادرانتون به جای جنگ و کشتار و خونریزی صلح و مصالحه برقرار بکنید. این هم ریشه دینی داره، هم ریشه تاریخی داره، هم ریشه قرآنی که قرآن کتاب اسلام هست. در اینجا زیاد تاکید بر این شده که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دنبال اجتماع باشید از تفرق و پراکندگی ها، از ایجاد دهشت و وحشت و پراکندگی و نفرت در بین جامعه اسلامی خودداری بکنید. و اسلام، جامعه اسلامی رو یک پیکر واحده، همونطور که ملت واحده هست، همونطور که زیر یک پرچم واحده، زیر یک، در زیر هدایت یک قرآن، یک پیامبر و یک اله خدا و به سوی یک قبله نماز میخواند، همونطور اسلام هم تاکید داره همیشه بر رفتار مسالمت آمیز و مصالحت آمیز. لذا میبینیم هم در قرآن کریم، هم در رفتار و سیره پیغمبر اکرم و هم امیرالمؤمنین علیه السلام که حتی با خوارج بعد از پیغمبر در اون ماجرای خوارج نهروان، وقتی صلح را که امیرالمؤمنین علیه السلام کرد، تن به این صلح داد. گاهی البته صلح مثل صلح امام مجتبی علیه السلام صلح اجباری هست، صلح اختیاری نیست، که موضوع برنامه ما ترتیب یا بررسی ثمرات و آثار صلح امام علیه السلام، ولی خب یک صلح اجباری یا یک صلحی که در حال اضطرار رخ میدهد، ممکن است که خیلی از آثارش، چون امام معصوم هست، امام از مقام طهارت برخوردار هست، میتواند آثار داشته باشه، ولی که در برای انسان عادی ممکن است که بر کار اضطراریش خیلی منفعتی بار نشود، فقط منفعتی مثل نجات جان باشه و اینا، مثل عقل میته در بیابان که تنها مصلحتش اینه، چون در حال اضطرار تنها مصلحتش اینه که جان اینا خود را آدم نجات بده. ولی خب امام معصوم با این صلح که، یعنی عظمی خاطر این صلح تاریخی شد، چون بر صلح امام مجتبی علیه السلام آثار بسیاری مترتب شد، و همینطور صلح هم همینطور گفتیم در ماجرای حکمین، وقتی حضرت امیرالمومنین علیه السلام مضطر شد و مجبور شد صلح بکنه و اطرافیان
بیوفای اون حضرت آمد خدمت حضرت که باید صلح بشه، به خاطر که ما با قرآن با کتاب جنگ نداریم، و همونطور که تزویر و از شبهه‌ای که معاویه و اطرافیان معاویه استفاده کردن، از جمله امر عاص استفاده کردن، تن به صلح داد، قائل به یعنی راضی به انتخاب حکمین شد که آقای عمرو عاص و ابو موسی اشعری آمد. به هر حال یک ماجرا رو طوری کار کرد که بر علیه امیرالمومنین علیه السلام ختم شد، که بعدا همین کسایی که اعتراض میکردن که چرا صلح نمیکنی، امی آمدن حضرت علی را گفتن که شما کافر شدین، شما گناه کردین، معصیت کردین، چرا؟ گفت تو چرا راضی شدی که به حکمین؟ خب اینا مجبور کردن شمشیر به گلوی حضرت گذاشتن که باید صلح بشه، نباید جنگ بشود با قرآن و با کتاب. بعدن خودشان آمدن باز شمشیر گرفتن در گلوی حضرت که تو چرا صلح کردی؟ چرا وقتی میشناختی، مثلا طرف را میشناختی، دشمن را میشناختی، از خطا و نیرنگ اینها با خبر بودی، چرا همچین کار را کردی؟ همینطور است که در جامعه ما متوجه از این مسائل بسیار زیاد میشیم که وقتی شبهه وارد جامعه میشه و یک عده جوان، غیر جوان، اگر انسانهایی که ممکنه یک چند گاهی در دانشگاه و حوزه و در مدارس و مکاتب هم درس خوانده باشه، اینها جوگیر شبهات در جامعه میشه که ما در تاریخ هم نگاه میکنیم از این رقم چیزا زیاد بوده. اما از اونجایی که خدمت شما عرض کنم پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین در جای خودش با شناخت شرایط زمان صلح کردند و با در وقت شرایط اقتضا میکرد اینا جنگ کردند. هم جنگ داریم هم صلح داریم در اسلام، ولی خب عرض کنم که امام مجتبی علیه السلام در شرایطی قرار گرفت که از اول اسلام، از اول ظهور اسلام، من ظاهرا در جای دیگر عرض کردم، در جلسه دیگر عرض کردم که شجره در قرآن به نام شجره خبیثه معرفی شده، مثل شجره کلمت خبیثه کشجره خبیثه، ظاهرا که در آخر میفرماید که ما لها من قرار، اینا ثبات نداره، قرار نداره. مفسرین میگن مراد از این شجره خبیثه این کسانی هستند که اگر اینجا قرآن کریم اینها را شجره خبیثه خطاب میکنه در سوره مبارک اعراف، در جای دیگر یک نفر نامه ای را تا قیامت در گردن اینها میآویزه. امام مجتبی و پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل همچین جبهه ای، همچین مخالفینی قرار دارد که خدای اینها با خدای متعال در حقیقت طرف است، یعنی در قرآن خدای متعال اینها را بارها و بارها سرزنش کرده. صدای چکاچک شمشیر این مخالفین پیغمبر اکرم اگر در بدر است، اگر در احد است، اگر در حنین است، اگر در اون خانه هایی که نقشه ترور و قتل پیغمبر اکرم گرفته میشه، پیغمبر مهاجرت میکنه، در حال فرار تقریبا بگیم که مکه را ترک میکنه، اینها همش نقشش از اینجا گرفته میشه، همین مخالفین در روبروی امام مجتبی علیه السلام قرار داره. ولی از اونجایی که اینها در قرآن کریم ننگنامه داره، نفرنامه را به گردن آویخته، که آیه ابو سفیان رو شما نگاه میکنید، خواهر ابو سفیان ام جمیل هست، ام جمیل زن ابو لهب، وقتی قرآن با او میرسد که و امرأته حمالت الحطب، خود ابو لهب نفر نامه و ننگنامه پروردگار رو یک سوره رو به خود اختصاص میده، تا قیامت این ننگنامه رو به گردن میآویزه، زنش حمالت الحطب میشه، هیزم کش جهنم. از اون طرف این آقای ابو سفیان خانومش به آکل اکباد معروفه، یعنی خورنده جگر فارس یلیل نامدار عرب حمزه سید شهدا علیه السلام را. خب باز وقتی میاییم یکی از علمای بزرگ و نامدار اهل سنت میگه اگه شما نگاه بکنید در تاریخ اسلام به این که پیغمبر چی مخالفینی داشته، میرسه به معاویه ابن ابی سفیان، میرسه به مخالفین آقا امام مجتبی علیه السلام، میگه که داستان پسر هند مگر نشنیدی؟ از او و سه کسی او به پیامبر چه رسید؟ منظورش معاویه هست، این آقای سنایی هست. سنایی میگه که معاویه پدرش جگر پدرش در دندان پیامبر بشکست، مادرش جگر عم پیامبر بمکید، خود او حق داماد پیامبر بستاد، پسرش سر فرزند پیامبر ببرید، بر چنین قومی تو گر لعنت نکنی شرمت باد. این یک عالم از علمای اسلام، یک از بزرگان اهل و نامدار اهل سنت. عرض کنم که پس صلح امام مجتبی علیه السلام همونطوری که گفته شد شرایط، هم شرایط زمان اقتضا میکرد و هم یک چیز جدیدی نبود که در تاریخ اسلام و مخالفینی که در مقابل حضرت روبروی حضرت قرار داشت همینا بود، همینایی که در قرآن کریم اینها مخالف دین خدا خوانده شده، همینایی که پیغمبر اینها رو مخالف خوانده، همینایی که خودشون نشان داده در تاریخ اسلام، که ما بررسی میکنیم این شب ان شاءالله که وقتی صلح نامه را امضا میکنه و خودش برگه سفید و کاغذ سفید را امضا کرده تحویل امام مجتبی میده که
خون مردم ریخته نشه، این صلحنامه رو امضا کن، هر چی بخوای هر چی بنویسی من قبول دارم و چیگونه زیر پا میگذاره. باز به اینجا هاش میرسیم. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام هم وقتی در اون ماجرای بعد از پیغمبر اکرم چنان طوری در خانه نشست، طور مصالحت آمیز و مسالمت آمیز برخورد کرد با جریان‌های زمان خودش که حتی فریاد فاطمه زهرا سلام الله علیها مالک ابن ابی طالب انک اشتملت شملت الجنین، حضرت فرمود که وقعت حجرت الذنین، حضرت می فرمود علی جان تو رو چی شده؟ تو همان پهلوان بدر و خیبر و احد مگه نیستی؟ تو همان کسی نیستی که پیغمبر اکرم در مورد تو در جنگ هایی که فرد قدرتمند لازم بود تو را میفرستاد، مالک ابن ابی طالب انک اشتملت شملت الجنین، مثل یک جنین در شکم مادر بی دفاع نشستی، کناره گرفتی، و قعدت حجرت الذنین، چرا این گونه هستی؟ چرا این مثل انسان متهم کناره گرفتی؟ این بررسی تاریخی صلح و برخورد هست که برخورد جنگجویانه در اسلام نیست. و امام مجتبی علیه السلام اگر کسی سوال بکنه که چرا صلح کرد، که باز به این ماجراش میپردازیم که اگر صلح با یک دشمنی که میداند حق و حقیقت با اون نیست چگونه هست؟ سلامت باشید، تشکر میکنم از بیانات زیبای شما جناب آقای حسینی. انشاءالله میپردازیم در ادامه همین موضوع، انشاءالله امشب در خدمت کارشناس عزیزمون هستیم. بینندگان عزیز یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم، انشاءالله برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. قسمتی از به تصویر کشیدن روایت از تاریخ امام حسن مجتبی علیه السلام رو بیننده باشید، انشاءالله ما در خدمت شما هستیم. تویی همان که فاطمه به نامت افتخار کرد، همان که لطف وجود را صاحب اعتبار کرد. هدف یکی است، پس برای حفظ دین مصطفی همان نمود صلح تو که تیر ذوالفقار کرد. خدا تو را سر مسیر ما یتیم ها گذاشت، خدا به ما چقدر لطف و مهر بیشمار کرد. تو در جواب فتنه ها سکوت کردی و سکوت، ولی غریبی تو را زمانه آشکار کرد. کسی شبیه تو چنین به صبر امتحان نشد، چه ها میان کوچه با تو چرخ روزگار کرد. چه شد که راه خانه را گل رسول گم نمود، چه شد که کار خانه را به فز واگذار کرد. نوشتند بعد از آن حسن دگر حسن نشد، هرچی کرد با تو میغ درب نابکار کرد. هرچی کرد با تو میغ درب نابکار کرد. سلام علیکم و رحمت الله خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که همچنان برنامه به وقت بیداری رو از شبکه جهانی هادی تیوی بیننده باشید و از صحت کامل و عافیت کامل برخوردار باشید. انشاءالله بینندگان عزیز در ادامه برنامه در خدمت شما هستم. قبل از این که من وارد بحث شوم مجددن، یادآور میشم خدمت شما عزیزان که پل ارتباطی شبکه جهانی هادی تیوی دری شماره مثبت 964-255-4013 هست. عزیزان میتونن انشاءالله از طریق برنامه واتساپ، تلگرام و همینطور برنامه های دیگه شبکه اجتماعی با عزیزان من، با کارشناسای ما، با اتاق فرمان در ارتباط باشن و پیشنهاداتشان با ما شریک بسازن و ما هم خرسند میشیم که از پیشنهادات شما عزیزان استفاده بکنیم و انشاءالله که در برنامه های آینده تلاش میکنیم که در خدمت شما خوبان باشیم از طریق پخش زنده و شرکت شما و مشارکت شما در برنامه های پخش زنده، علی‌الخصوص از برنامه نجف اشرف که انشاءالله نائب زیاره شما خوبان هم هستیم و هم باشیم در آینده. امیدوارم که این توفیق رو خداوند منان به ما عنایت بکنه که بتونیم نائب زیاره شما خوبان همچنان در شهر مقدس نجف اشرف باشیم. عزیزان امشب شب زیارتی مخصوص آقا سید الشهدا هست. یادآور شوم که در هر جای دنیا که هستید
دست ادب روی سینه گذاشته، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یاد شما نروه، ان شاء الله سلام به سید الشهدا علیه السلام بفرستید و بدون شک امام حسین رو زیارت کردید. جناب استاد، بر باور ما امام حسن مجتبی علیه السلام امام معصوم و بر علاوه اینی که شناخت از طرف مقابلش داشت در اون عصر و همینطور نقشه و برنامه‌شان هم میدونست، یعنی نه تنها از نگاه ظاهری اونا رو میشناخت بلکه از نگاه باطنی هم میشناخت، علی‌الخصوص اشاره که شما به این شجره داشتین و به این جماعت داشتین، چرا امام حسن مجتبی علیه السلام باز هم صلح کرد با وجودی که شناخت از این طرف مقابلش داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد. محضر شما عرض کنم که همونطور که پیغمبر اکرم فرمود، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین هر دو امام است، چی در صلح باشه چی در جنگ باشه، چی در خلاصه خلافت باشه به عنوان یک خلیفه، چی اینکه اینها در صلح باشه، خانه نشین باشه، کسی اینها را به اصطلاح یاری نکند، در هر حال اینا امام است، امام امته، امام جامعه اسلامی هست، رهبر جامعه اسلامی هست. این سفارشات پیغمبر اکرم و سخن نازنین پیغمبر اکرم در این مورد است. اما اینکه امام مجتبی علیه السلام آیا وقتی صلح کرد این منصب امامت، خب چیزی از این منصب کم نشد برای حضرت. حضرت همون رسیدگی به جامعه اسلامی، هم رسیدگی از نظر و رسیدگی به معارف اسلامی، معارف قرآن و اهل بیت و استمرار سیره پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام را داشت و یکی از مواد صلحنامه هم همین بود که طبق سیره پیغمبر و قرآن باید و سنت پیغمبر باید عمل شود. پس آقای امام مجتبی علیه السلام وقتی صلح کرد، از سوال شما این بود که چرا صلح کرد با وجودی که میدانست طرف باطله، یعنی یا اینکه در ظاهر حضرت شکست میخوره و در نظر مردم حضرت خب یک فرد شکست خورده بود دیگه، صلح کرد و بله شکست امام بود، بله یعنی حکومت را واگذار کرد به طرف مقابل. از اونجایی که امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که ظهر یعنی شکست، انکسر ظهری یا قسم ظهری، دو طایفه کمر مرا شکست، دو طایفه مرا نابود کرد، دو طایفه مرا خانه نشین یا زمین گیر کرد. قسم ظهر عالم متحتک و جاهل متنسک، جاهلی که فقط عبادت بلده، فقط بلد است عبادت کنه، با اندکترین شبهه دینش را از دست میده، چون او فقط رکوع و سجود و روزه گرفتن و قرآن خواندن و دعا خواندن رو هم الفاظ عربی را تکرار کردنش رو بلده، با اندک سوالی که در ذهنش ایجاد شد یا کسی دیگر ایجاد کرد این آدم عقیده خودش از دست میده. و عالم متحتک، عالمی که از علم خود سوء استفاده میکنه، عالم لاوبالی، عالمی که چهار کلمه رو میدانه و چهار کلمه رو وقتی میاموزه خیال میکند که من چیزی شدم، به شبه پردازی به شبه پراکنی میپردازه، از علم خودش برای اینکه در بین مردم شهره شوه یا چند تا جوان را یا از اقشار مختلف جامعه اطراف خود جمع بکنه و هم روی اهداف خاصی به هر حال از علم خودش سوء استفاده میکنه. امیر مؤمنان فرمود این دو طایفه کمر مرا شکست، جاهلی که نمیفهمد متوجه خطأ و نیرنگ دشمن نمیشه، از اون طرف هم عالمی که از علمش سوء استفاده میکنه و نمیفهمد در کجا باید از این علمش سوء استفاده بکنه. لذا عالمی بی مبالات، عالمی سهلنگار و جاهل متنسک فقط به دعا و عبادت چسبیده، که از همونجا میخته میبینی قرآن را سر نیزد دید، قرآن امر و آس را، یک تعداد از یاران حضرت امیر علیه السلام وقتی قرآن را سر نیزد دید فورا گفت این قرآن است، اون کلام پیغمبر، بله اون کلام پیغمبر که علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی خودش قرآن است، علی حرفش قرآن، قرآنی ناطق هست و این سخنان یادش رفت که هر جا حق است علی است، الحق و معلی و علی و معلحق، این حرفا یاد مردم رفت، یا این حرفا رو به هر حال وقت قرآن را، در حالی که او قرآن قرآنی واقعی نبود، یک سری پوستی را روی نی زدید اینا. حضرت میفرماید من از این چند دو طایفه بسیار شکست خوردم، یعنی کمرم را شکستن، قسم ظهری. اما از اینجا یکی از جاهایی که امام علیه السلام چرا صلح کرد، امام مجتبی علیه السلام، علتش همین بود که با مردمی طرف بود که اینها یک رفتارای کمرشکنانه داشت، یعنی با مردم جاهلی که شبهه را وقتی شنید
یک تعداد مغرض شبهه پراکنی کرد. شما میبینید اگر من شما هم باشیم، خیلی مردم امروز ما و جامعه ما باشن با همچی روی کردهای روبرو بشه، معلوم نیست در چی سرحدی و در چی ورطه‌ای قرار میگیرد. میامد در محله اطرافیان معاویه و لشکریان معاویه که توسط ضحاک و توسط مغیره و اطرافیانش اینها اجیر شده بودند، در محلات شیعه‌نشین و که یاران امام مجتبی ممکنه باشه یا افراد بیطرفی در قرا و قصباتی که افراد بیطرف بودن، مردمش افراد بیطرف نه میگفتن ما نه با معاویه کار داریم نه با امام حسن کار داریم، به هر حال زندگی خود را میکنیم، هر کدامش حاکم شده ما رو میپذیریم و رعیت هستیم، و که بعضی هم گفتن ما رعیت هستیم، حالا اینا هم رعیت رو پذیرفتن، گفتن ما رعیت هستیم، همین رعیت بودن رو میپذیریم. خب به هر حال همچی آدمایی هم بودن که اینا نه به درد روز بدی میخوره نه به درد روز خوبی میخوره، همون دمون حد رعیت بودن هست. بعد خدمت شما عرض کنم که افرادی از طرف مغیره، از طرف ضحاک و هشام و کسای دیگه میامدن، مردم را تاراج میکردن، مالیات سنگین را طلب میکرد. وقتی اینا اعتراض میکرد شما از کجا آمدید؟ میگفت ما را حسن ابن علی فرستاده. بله جنگ در راه است، جنگ با شامیان در راه است. بله این مغیره بوده. بله این مغیره، این هیلش خیلی کارگر افتاد، یعنی همه مردم مخالف امام حسن شدن که این چه حکومت است مگر پیغمبر یا دین اسلام؟ از طرف حکومت آمدیم، از طرف حکومت آمدیم، از طرف امام حسن آمدیم. و مثلا در جاهای دیگر می آمدن، حتی خود امین صلحنامه رو وقتی نگاه کنیم، به امام حسن وقتی این صلحنامه رو میده، حتی مردم دیدن که آقا گفت خون، یک تعداد گفتن ما کاربار ما روبرا بودیم سال، خب چی شد دیگه؟ همین که معاویه گفت صلح کنیم، خیلی خوب صلح کنیم، چرا صلح نمی کنید شما؟ ده. وقتی نامه رو فرستاده گفت هر چی مینویسی بنویس، شما بنویس دیگه، بگو که مثلا به شیعیان کار نداشته باشید، به طرفدارانم کار نداشته باشید، به ملت اسلام کار نداشته باشید، بعد هر چی در توان شما و خواست شما هست بنویسید، روی کاغذ سفید امضا کنید، معاویه هم امضا میکنه. خب چرا خون مردم رو به هدر میدهید؟ خون مردم ریخته بشه. یکی از دلایل هاش این بود که از بس که در بین مردم شبهه پراکنی بود و از بس که جو را طور معاویه به هر حال ریخته بود و چیده بود، که همه مردم باور میکرد که معاویه دلسوز مردمه، امام حسن مجتبی دلسوز مردم نیست، چون راضی است که خون مردم ریخته بشه. ایجاد از طرف دیگر ایجاد ترس و تهدید در بین مردم بود. یکی از بزرگان است در کتابش در این ماجرای صلح میگه که معاویه با سه چیز حتی دنیای اسلام را نابود کرد. یکی با سه ت، البته من سه چیز گفتم، با البته اون اصلش برمیگرده به اون سه چیز دیگه، یعنی سه کار رو کردن تا هم امام حسن مجتبی علیه السلام در ظاهر شکست بخوره، یعنی حکومت رو با او واگذار و محول بکنه. با سه ت، یکی ت تهدید بود، مردم رو تهدید میکرد. با تهدید، چون حجر ابن عدیها رو بعدن کشتن به شهادت رساندن، افراد امام مجتبی رو، افراد امیر المؤمنین رو کشتن به شهادت رساندن، حتی در اون یکی از جنگ ها به امراض گفتن که از امراض سوال کرد که اگر جنگ به هر حال اگر در نهایت ما پیروزیم، به همین مضمون ما پیروزیم، یا علی اگر اسیر بشود، لشکر علی به هر حال به قصد جنگ به قصد برد می جنگه، یا ایمان داره، باور داره، ما رو باور داره، یا علی رو باور داره، یعنی لشکر ما رو بیشتر باور داره، لشکر علی؟ گفت لشکر علی باور داره، حتی لشکر ما هم علی رو باور داره، چون لشکر ما میداند که اگر پیروز بشویم که خوب درست پیروز شدیم، اگر شکست هم بخوریم هیچگاه علی ما را قتل عام نمی کنه، گردن نمی زنه، اما لشکر علی از اون طرف، از بس که شما امتحان خوب دادید، لشکر علی علیه السلام میداند که اگر شکست بخورد قطعا معاویه همه را از دم تیغ میگذرانه، لذا اونها به قصد باخت، یعنی به قصد پیروزی میجنگه، تا آخر نفس میجنگه تا پیروز، چون هم در صورت شکست و در هر صورت اونا اگر شکستم بخوره بازم کشته میشه، اگر تسلیم بشه کشته میشه، به هر حال کار میکنه که لشکرش پیروز بشه، لذا یکیش تهدید بود، از بس که مردم رو تهدید کرده بود میترسیدن، با همین تهدید مردم رو از آن خود کردن. یکی با تبلیغات راه انداختن، طور تبلیغات راه انداختن که وقتی اون نفر یک از خوارج نهروان آمد، یک کارت را ظاهرا یک کارت چاقوی چیزی با یک خنجری به معاویه اصابت کرد که قرار بود سه نفر کشته بشه، امیرالمومنین علیه السلام، معاویه و عمرو العاص. خب معاویه فقط یک زخمی سطحی برداشت، بین مردم
امیرم به عنوان یک شبهه مطرح کرد که به عنوان یک دل مردم را به هر حال یک طور از امیرالمومنین بگردانه. گفت که کسی از طرف علی آمده. مردم سوال کرد کی همچه جرأتی کرده خلیفه را میخواد بکشه؟ گفت معلومه ما یک دشمن داریم، دشمن ما معلومه از طرف علی آمده بود. خود این آیه زارب و زننده اقرار و اعتراف کرده که من علی فرستاده، در حالی که واس خوارج نهروان بود، او هم دشمن علی بود، هم دشمن معاویه، ولی به هر حال او گفتم که علی فرستاده. یعنی ذهن مردم را این گونه شسته بودن که ما در ماجرای قبلا عرض کردیم که طور صحنه سازی کرده بود که حتی مردم شام علی را غیر از یک انسان لات و بی نماز به چیز دیگری نمیشناختن. این تبلیغات بود، تبلیغات بر علیه امام مجتبی علیه السلام هم در اون زمان بسیار راه افتاد، از تبلیغات سو استفاده کردن. تبلیغات خیلی مؤثره، 10 نفر بگه، 100 نفر بگه، آدم حتما اگه باورم نکنه مشکوک میشه. وقتی شک آمد در ایمان انسان، بله زن، وقتی تبدیل به زن و گمان و احتمال شد دیگه، اون وقت بنیه دینی آدم خیلی قدرتمند و قوی نباشه سست میشه. لذا تبلیغات خیلی اثر داره. یکم تطمیع بود، خزانه داشت، پول داشت، مال داشت، از مردمای سرمایه‌دار مالیات جمع میکرد، از خیلی مالیات جمع میکرد. باز همونطور که خزانه هم داشتن، خزانه بسیار انبوهی یا سرمایه عظیمی را در بیت المال داشت، امیر بین مردم در برای بین سران قبایل تقسیم میکرد و اینا هم دیگه زیر دستی‌ها رو خریداری میکرد. لذا خیلی سبب شد که همه برود. همونطور که شما میبینید، بله همونطور که شما میبینید، عبدالله ابن عبدالله عباس از یاران نزدیک حضرت و از اقارب حضرت، یعنی از خاندان حضرت، همین خریداری میکنه با چند هزار لشکر، با چند هزار نفر خریداری میکنه. این قضیه واقعا صحت داشت که به اصطلاح او سردار سپاه امام حسن بود، این قضیه تسلیم شدنش این صحنه سازی بوده یا واقعیت داشته که سردار سپاه امام حسن مجتبی رو خرید، یعنی تونست فریبش بده؟ بله عرض کنم که یکی از جاهایی که کمر امام علیه السلام، یعنی کمر سپاه شکسته شد و حضرت مجبور شد صلح کنه، که اگر صلح هم نمیکرد آیندگان رو ملامت میکرد که بله. یا امام حسن شما که نفر نداشتی، همه معاویه خریده بود، صلحنامه هم که چیزی خوبی بود دیگه، میتونستی چرا وارد جنگ شدی؟ جان مردم رو به خطر انداختی، مردم رو به کشتن دادی. و یکی از مسلمات تاریخ که حتی طبری در تاریخش مینویسه، این سلمت این صلحنامه رو میاره، عبیدالله عباس رفت تسلیم معاویه شد، البته در مقابل میلیون دینار. اون زمان ظاهرا لفظ میلیون نبوده، الف الف آمده، بله. یک میلیون دینار دادن که اون زمان خیلی ارزش بالایی برخوردار بود، تا او این هم خودش و همین همه جمعیت رو تسلیم معاویه کنه. یکی از سپهسالاران لشکر حضرت 8000 نفر را برد تسلیم معاویه کرد. وقتی حضرت دید که تنها مانده، تعداد از یارانش هم در اثر تبلیغات و تطمیع و تهدید معاویه طور جوگیر شده بودن که حتی وقتی حضرت در اون خیمه دیدین که نماز میخوان، ظاهرا بعد از قضیه صلح است، بعد از صلح یک تعداد خیلی داغ بودن، آدمای افراطی دیگه، گفتن تو چرا صلح کردی مگر با معاویه صلح کردنی بود؟ لذا آمدن در خیمه حضرت ریختن، خیمهش رو غارت کردن، گفتن جنگ نشده. اینا هم ظاهرا تحت تاثیر تبلیغات معاویه رفته بودن. اینم یکی از همون حیله‌های معاویه و مغیره بود. مغیره بود که حتی مغیره آمده بود که پیام صلح رو برسانه به امام. بله، پیام در اینجا بود ظاهرا که وقتی بیرون آمد از مغیره پرسید که نتیجه چی شد، میگه که فقط اینقدر میدونم که هیچ کسی مثل امام حسن مجتبی حامی خون مردم نیست. آره یعنی. آره بله بله. و این حیله باعث شد که از داخل اینا بله مواظب خون مردم، مواظب جان مردم و دلسوزی مردم نیست، همین شعارها را دادن. بعد وقتی از یاران خود حضرت ریختن در همونجا، حتی حضرت در حال نماز بود، جانمازی حضرت از زیر پایش کشیدن، خیمه‌ش آوردن. وقتی گفتن چرا این کارو میکنید، گفتن جنگ دیگه، جنگ الان دیگه، اینها جزء غنایم جنگی حساب. به همین بهانه ها حضرت دید که اگر صلح هم نکنه، در وقتی در سابات مدائن هم رفت، یکی آمد در همونجا حضرت رو مجروح کرد، حضرت رو زخمی کرد. یک امام زخمی اگر صلح نمیکرد چاره جز همین نداشت که، لذا حضرت تن به صلح داد. همین بود. وقتی شما دقت میکنیم در تاریخ زمان امام مجتبی علیه السلام، اون خفقان تاریخی که حضرت در اون قرار داشت، از یک طرف شبهه بود، از یک طرف تطمیع یارانش بود، از یک طرف تهدید معاویه و سپاهیان معاویه بود، از طرف دیگر جاسوسانی که در مدینه گماشته بودن، اونها هر روز حتی در مسجد شما میبینید، در مسجد حضرت برای نماز رفت زره میپوشیدن، که وقتی در همون حالت نماز هم حضرت رو تیر زدن، تیر باران کردن، نه تیر باران، یعنی تیرهای یک طوری در از روی کمینگاه به اصطلاح حضرت رو میخواستن نشانه بگیرن، حضرت رو از بین ببرن. در یک همچی جوی بود، حضرت دید که کسی هم نداره، یاران کمی در کنار حضرت مانده، همه رفته، لذا صلح کردن. خب حق و باطل طوری با هم مشتبه شده بود که امروز شما میبینید چی در فضای مجازی چی در فضای حق
حقیقی یک تعداد کاری میکنن که کلمت و حق یراد به الباطل، یک چیزای خوب خوب میگه ولی در کنار این حرفای خوب که حضرت امیر گفت که بله کلمات باطل و بد را جا میزنه که همه مردم فریب بخورن، همه این حرفای از آقا که کاملا درسته. اون داستان رو شما شنیدید که یک کسی آمد وارد امین شبهه و امین که با چی کلماتی با چی کارهایی به مردم رو فریب داد، یا با در چوکات اسلام یا چوکات غیر اسلام یا در امروز که البته تبلیغات غرب و غیر غرب در جامعه ما زیاد بازار پیدا کرد، رفت وارد یک جایی آمد دید که یک بنده خدایی داره شراب میفروشه. گفت آقا چرا اینجا شراب میفروشی؟ جلوی مسجدم نشسته است. گفت تو نمیفهمی، صدای اذان رو مگه نمیشنوی؟ اینجا مسجد، اینجا حکومت اسلامیه. گفت چرا شراب میفروشی؟ گفت اشکال نداره، این شراب پولش به مسجد مصرف میشه دیگه، من کارم کار اسلامیه، شراب رو میفروشم پولش رو در مسجد مصرف میکنم، کجا اشکال داره؟ بعد از اونجا رو برم پیش کسی شکایت کنم، پیش قاضی برم، پیش بزرگتر برم که چرا جلوی مسجد شراب میفروشه، باز پول شراب را که حرام است در مسجد مصرف میکنه. دید یک جنازه را سر راهش میاره، گفت آقای جنازه او خود که البته هم جنازه نیست، نفر از داخل تابوت داد میزنه که های مردم مرا نبرید، چرا مرا زنده به گور میکنید؟ میگه که نه تو خودت میگی من زنده ام، ما تو رو قاضی گفته زنده به گور کن. رفت پیش قاضی گفت چرا زنده به گور میکنید؟ گفت این رفته گم شده بود. الان دو نفر عادل شهادت داده که این مرده، خودش به تنهایی میگه من زنده هستم، زنش رفته شوهر کرده، بچه‌هاش رفته، خلاصه زندگیش هر طرف تقسیم شده بین وارثینش، الان خودش به تنهایی میگه من زنده ام. در اسلام دو شاهد عادل که شهادت بده حکم روش بار میشه، خودش تنهایی حرفش قبول نیست. الانم طوری زمینه سازی کرده بودن در زمان امام مجتبی علیه السلام که وقتی حضرت میگفتن یک تعداد از یاران حضرت این حرفا قبول نبود، چون از اون طرف 100 نفر داد میزد از طرف معاویه که بله باید صلح بشه، باید همینطوری که معاویه دلسوزی مردم است، معاویه به هر حال میخواهد خلاصه کمی شبهه ها در قضیه تاریخی کربلا هم بود. طرف روی منبر میرفت میگفت که اگر فرزند پیغمبر هست باشه، فرزند نوح مگر فرزند پیغمبر نبود؟ ابولهب مگر در قرآن که عموی پیغمبر نبود که خدا در قرآن او را لعن کرده، نفرین کرده، سرزنش کرده، خلاصه سوره اینچنینی در سرزنش او فرستاده؟ همین ها بود که خب هر کس را با ابولهب، امام حسین را با ابولهب و با فرزند نوح مقایسه و قیاس میکرد. همین شبهات بود که مردم که راست میگه دیگه، فرزند پیغمبر بودن که معیار ملاک نیست، همین که یزید میگه، همین که معاویه گفته، همین ها درسته است، چون زمین سازی شده بود. سپاس از شما جناب آقای حسینی، تشکر میکنم. شما بینندگان عزیز در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. همینطوری که در خدمت شما هستیم یک نوای بسیار گوش نوازی از حرم مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام با خودمون داریم، زمزمه دعای کمیل که انشاءالله یکی از برنامه های وارد شده در این شب هست، فراموش نشود. عزیزان یک میان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم در خدمت شما خوبان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی. امیدوارم که همچنان ما رو بیننده باشید و ما هم در خدمت شما خوبان هستیم. از جوار بارگاه ملکوتی مولا الموحدین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، بینندگان عزیز من یک بار دیگه یادآور میشم شماره مثبت 964 780-255-4013 پول ارتباطی شبکه جهانی هادی تیوی هست. عزیزان میتونن انشالله نظرات و پیشنهاداتشون رو با عزیزان ما مطرح و بیان بکنن. و همینطور عزیزان یادآور شوم که برنامه های شبکه جهانی هادی تیوی رو از طریق برنامه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی هم میتونین بیننده باشین، فیسبوک، اینستاگرام و همینطور کانال تلگرام و همینطور برنامه های دیگه
انشاءالله که مفید واقع شود در زندگی شما عزیزان. برای که وقت زیاد گرفته نشود، میریم سراغ آخرین سوال و اصل موضوعی برنامه امشب ما که دو تا مقدمه براش در نظر گرفته بودیم و اصل موضوع را از جناب استاد میپرسیم که همون آثار و برکات صلح امام حسن مجتبی علیه السلام بود که انشالله گوش میپردیم. جناب استاد، آثار و ثمرات و برکات صلح امام حسن مجتبی چی بود و چه آثاری مترتب شد بر جامعه اسلامی، بر امامان و ائمه‌ای که بعد از امام حسن مجتبی علیه السلام مسئولیت امامت و رهبری جامعه اسلامی رو داشت؟ یا علی، محضرش مرز کنم که اون خود صلحنامه را یا اون محتوایی که در صلحنامه امام مجتبی علیه السلام گنجانید، وقتی به اون توجه بشه، آثار و ثمرات و برکات اون هم برای مردم، برای جامعه و هم برای امامان بعد از خود حضرت که از جمله امام مجتبی، امام حسین علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام بود و قضیه تاریخی کربلا، این آثار مترتب یعنی فهمیده میشه. وقتی نگاه میکنیم به از اون صلحنامه یا اون تعهداتی که حضرت در اونجا گنجانید، از جمله این بود که معاویه بعد از خودش، معاویه اون کاغذ سفید رو فرستاد دیگه محضر امام مجتبی علیه السلام، گفت که اینو بنویس، هر چی دلت میخواد بنویس، پایش من امضا کردم. بله. کاغذ سفید امضا شده را، مهر شده را، بعد خودت هم امضا کن، خب همین قبول شد و خلاصه یه ظاهر سازی بود. بعد یکیش این بود که حضرت نوشت بعد از خودت حق نداری کسی را انتخاب بکنی به عنوان جانشین، دیگه تمام شده، یعنی وقتی شما رفتین دیگه تمام میشه، حق انتخاب جانشین برای خودت نداری. از طرف دیگر حضرت فرمود که از تبلیغ و دروغ پردازی و سب و دشنام پدرم امیرالمومنین علیه السلام باید جلوگیری شود. اگر عمل میکردن خب ثمرات بسیار زیاد مترتب میشد بر ازی که کسی توهین به امیرالمومنین نمیکرد، توهین به شیعیان نمیکرد، توهین به طرفداران نمیکرد. این آثار بود دیگه، آثار جامعه که دیگه نفرت پراکنی در جامعه اسلامی کم میشد. و یکی در جای دیگر اون سعد بن ابی وقاص در صحیح بخاری آمده که سعد بن ابی وقاص گفت که من علی را لعن نمیکنم در اثر تبلیغات معاویه، علت شمینه که به چند دلیل. اول سپهسالاری در روز جنگ خیبر که ما هر کدام ما میرفتیم در یک جای بلند میشستیم یا صبح را تا شب تا صبح فکر کردیم فردا کی را انتخاب بکنه، ما چیکار باید بکنیم، ما انتخاب بشیم، فردا علی را انتخاب کرد، حتما یک مزیتی بود. و دیگر این که ازدواج با دختر پیغمبر، دیگر این که خوابیدن در جای پیغمبر، خب اینها یا بردن علی را در مباهله با نصارای نجران، اینها دلایلی است که من جرئت نمی کنم که این لعن و سب و دشنام امیرالمومنین علیه السلام رو بکنم. این رو کتابای اهل سنت می نویسه. خودی صلحنامه را طبری در تاریخش آورده، خدمت شما عرض کنم، و بسیار آیه ابن حجر در الاصابه آورده، آیه ابن عبدالحدید آورده، خیلی دیگر از بزرگان اهل سنت این رو متن صلحنامه امام مجتبی علیه السلام را آورده که معاویه وقتی نام این کاغذ رو فرستاد یا این پست رو فرستاد، حضرت بر اون نوشت. و آثار بر اون یعنی اون حضرت در صلحنامه گنجانید و قرار بود بعد از عمل بشه و معاویه با اون عمل بکنه، این بود که گفت حقوق شیعیان باید پرداخت شوه، یعنی حقوق شیعیان پرداخت شوه، شهیدانی که در جنگ جمل، بازماندگان جنگ جمل که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام شهید شده، حقوق اونها و رسیدگی به یتیمان و بازماندگان اونها باید بشه. اینها اثرات و ثمرات برای اون روز بود که البته اگر به این صلحنامه عمل میشد، اینا وابسته و معلق به این بود که به این صلحنامه عمل میشد. بعد خود معاویه البته در اون زمان، خب یکی از چیزهایی که حضرت گفت این بود که بعد از خودت هیچ حق انتخاب جانشین نداری، که به همین هم عمل نکرد، انتخاب جانشین برای خودش کرد و یزید را، که یزید با معاویه فرق بسیار زیادی داشت، یعنی معاویه ظاهر را حفظ میکرد، معاویه برای فریب مردم کافی بود، چون به نام خال المؤمنین در او زمان خود اسمش را گذاشته بود، البته خال المؤمنین حالا چون برادر زن پیغمبرم بود ظاهرا، بعد به نام کاتب وحی خودش را جا زد، چون با اون ایمانی که ابو سفیان آورد و بعدن در کنار پیغمبر آمد، خود را پیغمبر نزدیک کرد، گفت من چون سواد داشت یک مقدار، گفت من کاتب وحیم، مردمم احترام داشت. و عنوان دیگری که داشت صحابه بود، معاویه پیغمبر رو درک کرده بودم، صحابه پیغمبر بودم، خال المؤمنین خودش را میگفت هستم، و هم گفتن که به هر حال کاتب وحیم. و دیگه این که ریشه داشت، سابقه داشت،
بله. یعنی در اسلام حتی او در کنار پیغمبر، حالا هر طوری که بود، به هر حال یکی از اصحاب پیغمبر معروف بود و ظواهر را حفظ میکرد. معاویه ظواهر را حفظ میکرد، مثلا معاویه شراب نمیخورد، معاویه ترک نماز نمیکرد، ولی گاه گاهی طوری مردم را در تبلیغاتش اثر کرده بود که مردم هم یک مردمی بود که در اثر شبهه همه چیز باور شده بود. الان امروز میبینی بعضی چیزا را مردم زود باور میکنه، طرف اینقدر با فریب و نیرنگ و اینا ماهرانه حرفش را تحویل مردم میده که مردم حرفش را باور میکنه. مثلا اگر طوری جامعه را طوری این کار کرده بود که نماز جمعه را در چهارشنبه میخوان، یک نفر میتونه اعتراض بکنه، یا تهدید بود یا تطمیع بود یا تبلیغ بود یا همین تبلیغاتی که معاویه کرده بود، کس اعتراض نمیکرد که چرا نماز جمعه را دو روز جلوتر میخوانی. خب این فرق میکرد. اما زمان یزید، خب چرا گفت حضرت فرمود که یزید نصب نشوه؟ یکی از آثار که بر صلح بد مترتب بشه این است که کسی دیگه انتخاب نشود سر جای خودت. خب اگر یزید انتخاب نمیشد، یزیدی که همه علمای اسلام از شیعه و سنی در کفر یزید، در فسق یزید شکی نداره و همه در بزرگان اهل سنت در فسقش کتاب ها نوشته، مطالب نوشته، باب های رو باز کرده، خب این یزید انتخاب شد. یزید هیچگاه عملش مثل معاویه، حتی ظاهر سازی هم نکرد یزید. خب زمانش هم بسیار متفاوت بود، زمان یزید و زمان پدرش معاویه. بعد محضر شما عرض کنم که از همین خاطر قضیه کربلا که پیش آمد، یکی از آثار صلح که بر یک آثاری که بر صلح امام حسن مجتبی مترتب شد این بود که حفظ بنی هاشم، یا حفظی عرض کنم که حفظ نسل پیغمبر بود، حفظ نسل پیغمبر بود. الان اگر صلح امام مجتبی علیه السلام نمی بود، هم مردم ملامت میکرد، هم تاریخ محکوم تاریخ میشد امام مجتبی، و هم در اون زمان جنگ میکرد، چون همه لشکر که رفته صلحنامه هم اینچنانی، همه تاریخ میگفت چرا صلح نکردی. یکی از آثار و برکات صلح امام مجتبی این است که نسل پیغمبر حفظ شد، امامان معصوم حفظ شد. شما نگاه کنید، اگر صلح نمیکرد، لشکر که نداشت، تعداد یاران حضرت کم بود، بعد خود حضرت مثلا شهید میشد، کشته میشد، یارانش کشته میشد، امام حسین کشته میشد، همه بنی معاویه به اون بی‌رحمی که داشت همه رو قلق قلم می‌کرد دیگه. خب کسی نمیمان، کسی که نمیمان اینجا امروز نه ما کربلا، تاریخ کربلا بود خلاصه، نه امامان دیگر بعد از امام حسین بود، چون همه را معاویه از دم تیغ می‌گذارن. پس وقتی امام معصوم یک کاری می‌کنه با انسان‌های عادی فرق داره. اون ثمری که ولو در شرایط اضطراری امام صلح کرده، ولی خب حضرت دیده که بر این صلح چی آثار مترتب است، لذا حضرت صلح کرد. قضیه کربلا رو بعدش داریم، امام 9 تا امام از فرزندان و یعنی 8 تا امام از نسل امام حسین داریم، با امام حسین 9 تا امام بعد از امام حسن علیه السلام هستش که این از است. و بعد از اون نسل پیغمبر اکرم، نسل امام حسن علیه السلام، این همه در دنیا امروز انتشار پیدا کرده. اگر اون صلح صورت نمی گرفت، همه خاندان امام مجتبی علیه السلام رو معاویه، اینی که قدرت خدا، اراده خدا در چی هست، خب روی مصالح و مصالح سنجی هم هست دیگه، از عقل باید کار بگیره. لذا امام با این صلحش کاری کرد که نسل اون حضرت، هم ائمه معصومین بعد از خودش و هم تا عالم قیامت نسل اون حضرت در دنیا باقی بمانه. شما امروز اینقدر سادات حسنی مثلا در کره زمین دارین، سادات حسینی دارین، خب ساداتی که از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش و فرزندان اون حضرت، اینا مدیون صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه هست. و الا که در اگر در صلح در عالم ظاهر شکست خورد، ولی اگر صلح نمیشد، در هر صورت حضرت رو از بین میبردن و هم از بین میبرد. خب یکی دیگر از چیزایی که حضرت عهد کردین که یاران حضرت در امان باشه، که با امیر معاویه عمل نکرد، که البته وقتی اگر عمل میشد خیلی آثار خوبی داشت، حجر ابن عدی را کشت و طرفداران حضرت را زندانی کرد، یاران حضرت را زندانی کرد و خیلی از و یکی سلب عدالت کرد از معاویه. برای یک از ثمراتش این بود که چهره معاویه را برای جامعه معرفی بکنه. من فکر میکنم همین قضیه بود، معرفی بکنه که مردم خودش ببینه و خود مردم قضاوت بکنه. آره قضاوت بکنه. کسی که امروز پرچم سرخ را به سمت ما بلند کرده چنین شخصیتیه. بله، در صلحنامه حضرت که حق نداره بین مترافعین، بین دو نفری که مدعی هست، حل دعوا بکنی، اقامه شهود بر چیزی بکنی، داد و گرفتی در بین مسلمین صورت بگیرد، توسط قضاوت تو باشه. یعنی علنا حضرت نوشته کرد که معاویه عدالت نداره، معاویه حق از اون حق جایگاهی که پیغمبر، یک وصی پیغمبر باید داشته باشه، برخوردار نیست. معاویه هم اینا رو امضا کرد، در جلوی مردم امضا کرد. بعد اینکه فردا خطبه خواند و پس فرداش خطبه خواند، گفت من همه را زیر پای خود گذاشتم، این فرق میکنه. بازم مردم گفتن ای مگر اسلام نگفته که المؤمنون عند شروطهم، اینم شیعه قبول دارم سنی،
وقتی هر انسان، هر مؤمنی وقتی شرط و عهد و پیمان میبنده، روی اون عهد و پیمان خودش هست. وقتی دیدن که این معاویه دیروز که عهد و پیمان بسته خودش تقاضای صلح کرده، صلح نامه رو خودش فرستاده، خودش امضا کرده، مهر کرده، امام هم نوشته، الان خودش زیر پا میگذاره، به هیچ کدام عمل نکرده، نه از سب و دشنام جلوگیری کرد، نه از کشتن یاران حضرت جلوگیری کرد، حتی خود حضرت رو به شهادت رسانید، و از طرف دیگر خب مشکلات دیگر که در جامعه ایجاد کرد مردم خودشان شناختن. و از جمله چیزی که آبروی خودش را برد معاویه، و این صلح نامه نبود بلکه آبرو ریزی برای جناب معاویه بود، این بود که معاویه نقض عهد کرد. نقض عهد کرد یعنی خود را از دایره ایمان خارج کرد، چون در این قاعده میخوانیم که از دایره ایمان خارج میشه کسی که به اون عهد و پیمان خودش عمل نکند، که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که این دستور قرآن کریم است، یا المؤمن عند شروطهم، که این بعد وقت فرداش خطبه خوان گفت من هیچ کدام از اینا رو قبول ندارم، و در حضور امام مجتبی معاویه گفت که اگر امام حسن، اگر ابا محمد صلح کرده، به خاطر اینکه خود را شایسته این خلافت و رهبری نمیدانه، خود را ندانست لیاقت، شایستگی و لیاقت در خودش ندید، مرا انتخاب کرد و حکومت را و خلافت را به من واگذار کرد. حضرت اونجا چیزی نگفت، اما بعد در تاریخ آمده خطبه طولانی حضرت خان که وقت بلند شد که فحمد الله و اثنا علی و ذکر النبی و صلا علی، با همین جمله با سلام و صلوات بر خدا و توحید شروع کرد، بعد خطبه طولانی خوان، و یکی از چیزایی که یادآوری شد حضرت این بود که معاویه هیچگاه این گونه فکر نکن که من به تو واگذار کردم. تمام دلایل صلحش رو حضرت یادآوری کرد و زیر پا گذاشتن چیزایی که پیغمبر، یعنی معاویه زیر پا گذاشته بود و امام حسن مجتبی اونا رو دید، همه رو برای اونها، برای معاویه یادآوری کرد، برای مردم یادآوری کرد. و این که پس به طور خلاصه خیلی بگیم که هم بقای نسل بود، هم پایه‌ریزی انقلاب تاریخی کربلا بود، هم بقای امامت و مقام منصب امامت بود، هم حفظ جان مردم بود، مال مردم بود، خون مردم بود، خون شیعیانش بود، و هم محکومیت تاریخ را به دنبال نداره که کسی اگر صلح میکرد، اگر صلح نمیکردی، جنگ میکردی، این همه هزاران نفر کشته میشد، قطعا امروز تاریخ ملامت میکرد، مردم ملامت میکرد، امو زمان هم مردم ملامت میکرد، تو چرا صلح نکردی، نه لشکر داشتی، نه قوا و قشون داشتی، چرا صلح نکردی؟ لذا آثار و برکاتش، یعنی یک آثار و برکات که امروز ما مدیون صلح امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم، در خدمت شما هست. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما جناب استاد. پس بدون شک همین بوده که امام حسن مجتبی علیه السلام با صلح کردنی با معاویه محکومیت را از خود برداشت و بدون شک چهره واقعی طرف مقابلش را نشان داد. بینندگان عزیز، در پایان باز هم خداوند را سپاسگزار هستم از اینی که امشب توفیق داشتیم در خدمت شما عزیزان بودیم. انشاءالله که در هفته های آینده باز هم از جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما خوبان باشیم، نائب زیاره هستیم. امیدوارم که شما عزیزان هم همچنان عزیزان ما را و عزیزانی که مشغول هستن و مصروف ارائه برنامه هستن، انشاءالله که از دعای خیرتان فراموش نکنید، و همینطور هموطنانتان را الان خصوص که در شرایط خاص و متاسفانه بدی قرار دارن به خاطر واقعه زلزله. عزیزان شما رو به خداوند یکتا میسپارم. برنامه ما امشب همینجا به پایان میرسه، تا یک برنامه دیگر شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار شما باشه.